یکی دیگه از قطعات فرهاد عزیز رو با هم مرور خواهیم کرد و به بهانه این قطعه در مورد مینور هارمونیک، مینور ملودیک و نحوه استفاده از مینور تئوریک در تقابل با این دوتا صحبت میکنم. مترو ریتم رو به شما آموزش خواهم داد که چگونه سعی میکنیم حالا هارمونی هم براش انتخاب کنیم. تا هارمونی خیلی پیچیده‌ای قطعه نداره و در مورد هارمونی به شکل خیلی پیچیده‌تر قبل از این صحبت کرده، ولی نکته‌ای که در این قطعه من خیلی نظرمو جلب کرد که بتونه جنبه آموزشی داشته باشه در مورد نحوه بست و گسترش دادن یک ایده اولیه موسیقی است که بهش میگن موتیف. خب من در این مورد به شکل تئوری خیلی ویدیوهای دیگری تهیه کردم، سمفونی 5 و تحلیلش اشاره کردم این موتیفی است که استفاده شده، یا توی سمفونی 40 موزارت ولی خب وقتی من این قطعه‌ای که مشاهده میکنید، درسته که حالا بالاخره فرهاد هست و فرهاد یک سر و گردن بالاتر از سایر افرادی است که در موسیقی پاپ فعالیت میکردن در موسیقی ایران، ولی خب به هر حال من این قطعه رو نمیتونم با قطعات راخمانینوف برای مثال مقایسه بکنم. هر کدوم جایگاه خودشو داره و پیچیدگی که در اون قطعه هست و در قطعات دیگری که من تحلیلش رو دادم تو اینجا نیست. اتفاقا از این جهت من اینو انتخاب کردم که شاید وقتی خب با یه قطعه خیلی ساده‌ای تدریس میشه این مفهوم ایجاد وحدت هنری کردن در یک قطعه و جلوگیری از پخش و پلا بودن، اینکه هر قطعه‌ای رو می‌نیست شروع کنیم هزار جور مختلفی، نه، با یه وحدتی باید باشه، یک منطقی باشه، یک ایده اولیه موسیقیایی باشه که ما بعد اونو بست و گسترش بدیم. پر حال اینکه چقدر این در این قطعه به خوبی بست و گسترش داده شده، چقدر میتونست بهتر از این باشه، اون یه داستان دیگه است. ولی بعد به کمک این مواردی که عرض کردم با هم دیگه مرور کنیم بریم جلو تا قضیه جا بیفته. قسمت قطعه در لا مینور من اجرا می‌کنم، یک اوورتور اولیه داره. در لا مینور شما همه نوت‌های سفید پیانو استفاده میشه که در اینجا اگه ما بخوایم از لا مینور هارمونیک استفاده کنیم، درجه هفتم که سل هست و بعد نیم پرده هولش بدیم به سمت بالا که حالت محسوس پیدا کنه به سمت نوت تونیک، به این میگم مینور هارمونیک. حالا اگه من بخوام از اینو فقط هول بدم بالا، یه چنین فواصل ایجاد میشه که حالت ایرانی داره. در قطعه‌ای که Love is Blue من تحلیل کردم اتفاقا اونجا اشاره کردم در این حالت اینم میارم بالا درجه ششمو، یه مدار حالت روانتری به لحاظ ملودیک پیدا میکنی. بعد شما هم میتونید همین کار رو انجام بدید در قطعاتی که خودتون می‌نویسید، چون همین فاصله رو دوست داشته. اتفاقا حال رنگ و بوی ایرانی شبیه فاصله ایست که تو چارگاه و همایون و اینا ایجاد میشه، به خاطر همین اتفاقا از مینور هارمونیک استفاده شده در خود ملودی. چون ما در هارمونیک از اسمش روشه دیگه، مینور هارمونیک، یعنی شما وقتی میخواین آکورد روی می بنویسین اینو بنویسین و از این حالت سول دیز استفاده میکنین، اما وقتی ملودی مینویسید از مینور ملودیک استفاده میکنین، از این استفاده میکنید. ولی اینجا چون میخواستند که این حالت ایرانی تری پیدا بکنه هم در هارمونی و هم در ملودی، از همین نوت فا استفاده شده دیگه، از فا دی از استفاده نشد. به دقت کنید به درجات که لا هست، درجه پنجم که دامیننت هست میشه می، پس خب می برای ما حائز اهمیته، مثلا میتونیم یه چنین حرکتی داشته باشیم به سمت می. در ادامه اینا رو دقت کنیم به اهمیتی که نوت می داره، اهمیتی که خود نوت تونیک داره، به سول دیزی که داریم و این فاصله‌ای که اینجا هست دقت داشته باشیم. من اوورتور اگه اجرا کنم فعلا از سول دیز استفاده نشده، همچنان از خود نوت سول استفاده شده. این میشه تیکه اول، پس از تونیک شروع شد، از آکوردمون اگه بخوایم آکورد گذاری کنیم به نظر میرسه از اینجا میتونیم شروع کنیم، می
ماژور هست، می ماژور نه مینورا، خاطر اینکه اینجا دارم از هارمونیک استفاده می‌کنم. و قسمت دوم و اینجا یه تیکه آخرش عوض شد، ولی همچنان از نوت سول به صورت بکار استفاده میشه. اینجاستش که سول دیز وارد میشه. از این گردش ملودی هول تونیک استفاده بسید. من دومو بزنم، این قسمت برای هارمونیش هم به نظر میرسه بتونید یه اولی باس طراحی کنیم واسهش. باس میتونه پایین رونده باشه، از لا شروع بشه که تونیک هست به درجه پنجم ختم بشه، چه این حالتی رو میتونین براش طراحی. حالا دوست داشتید هفتم اضافه کنید بهش و یه مقدار حالت جزی تر به خودش بگیره، پس اینجوری میشه. هفتمشه دیگه. در ادامه هم همین، دقیقاً همین رو میتونید داشته باشید و در انتها برگردید به از درجه پنجم به یکم کادانس کامل در انتها این قسمت رقم بزنید که به این حالت میشه. از درجه پنجم یا حتی از نوع هفتم، درجه پنجم رو در تئوری موسیقی کلاسیک معمولا از نوع هفتم استفاده میکنن برای اون، حالا اینکه حالت کششی که ایجاد میکنه. این قسمت اوورتور بود، خیلی ساده هم یه خط باز طراحی که شما میتونید خط بازتون عوض کنین و یه جور دیگه حرکت کنین، بالاخره میشه جای خورده جایگزین استفاده کنین. حالا این قسمت اصلی قضیه که مد نظر من هست همون موتیف اولیه ایست که اشاره کردم و تفاوت بین مترو ریتم و اینا رو بتونیم خوب درک بکنیم. موتیفی که آهنگساز انتخاب کرده 4 تا چنگ به علاوه یه سیاه که میشه 6 تا، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. همینو تا آخر قطعه، البته میگم ریتمش عوض میشه، این تفاوت بین متر و ریتم همینجا الان روشن شد. مترون واحدی است که ما نوتامونو میریزیم در داخلش، حالا اینجا 6/8 قطعه ما 6 تا تو هر میزان گنجایش داریم، ظرفیت داریم، ولی حالا اینا میتونیم بازی کنیم. شما الان در ادامه نمونه عرض خواهم کرد که چقدر میتونه این تغییر در ریتم هم یک نواختی رو از بین ببره، هم به اون انتقال مفهوم مد نظر آهنگساز کمک بکنه. ولی کلا این یک الان یک موتیف براتون اجرا کردم شبیه چیزی که در سمفونی 5 داشتیم، یا مثل این. حالا واسه ما اینه، حالا باید ادامه پیدا میکنه، تکرار میشه. ها اینجا دیگه شروع میکنه به تغییر دادن، ولی همون الگوی ریتمیکه، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، دوباره بعد تکرار. حالا اینجا رو دقت کنید، من چجوری زدم؟ من میتونستم اینجوری 1 2 3 4 5 بزنم، تصدیه یه جور دیگه زدم. خب این به میگن تغییر در ریتم، یعنی دو تا فیگور ریتمیک مختلف بود. یه تو اولی هر 5 تا، حالا 4 تای اول میشه گفتی یکی بود، توی دومی من از یکی کندم گذاشتم تو اون یکی، یکی طولانی تر شد، اون یکی کوتاه تر شد. خب اینجا شاید آهنگساز میخواسته یک حالت تأکیدی روی اون نوت بذاره و میگن تغییر در، ولی همون داستان هست، همون یکی از روش ها اینه که شما میتونید. من در مورد این که چجوری میشه بست و گسترش داد یک قطعه رو کلی ویدیو تهیه کردم در بس. ولی خب یکی روشش اینه که شما از درجات مختلف بزنید، ولی اینجا دیدین که
بعد اومد یه درجه پایین‌تر. همینجوری میشه با رو درجات بازی کرد، میشه آگمنت کرد، میشه دیمینیش کرد. خیلی تکنیک ها خیلی ساده است، یعنی قطعه زیاد تکنیک های پیشرفته آهنگسازی درش استفاده نشده. همون باید یه موتیف خیلی ساده ای همونو به شکل های مختلف و درجات مختلف با توالی نوت های مختلف بهش پرداخته. والا همین اگر ما بخوایم آکورد گذاری کنیم، تونیکه طبیعتا مناسبه و این دوتا هم هست دیگه. حالا در اینجا چون تکرار میشه میتونید همینو بزنین یا آکورد جایگزین استفاده کنین، آکوردی که دو تا نوت مشترک داشته باشه. و نمود آکورد جایگزین هم ویدیو تایید یه نوتش فرق کنه، مثلا این دوتا رو حفظ کنید به جاش اینو بذاریم، به این حالت میشه. حالا خودتون به شکل‌های مختلف بازی کنین، آکوردهای جایگزین براش سعی کنین پیدا کنین. خیلی روان همین هارمونی رو خیلی نمی‌خوایم شاید پیچیده‌اش کنیم اینجا، از آکوردهای کاسته نامطبوع استفاده کنین، ولی بعضی جاها با توجه به حسی که خودتون دارین میتونین این کار انجام بدین. ولی یه آکورد اصلی پیدا کنین، حواشی هفتم اضافه کنین، توسعه‌اش بدین، نهم اضافه کنین. نمی‌شون تو ویدیوهای دیگه خیلی من بهش پرداختم، اینجا نمی‌خوام خیلی به هارمونی بپردازم. اینجا به نظر میرسه که مناسب باشه. حالا اگه هفتم استفاده کنی که دو هم وارد شه، چون من اینجا دو هم دارم دیگه، اینجوری. و آخرش البته رفت روی لا میشه، عوض بشه اینجا. یه کادانس از 5/1 اینجا شکل میگیره. حالا این هر کدومش میتونه هفتم هم باشه، مثلا به این حاله. دوباره تکرار. حالا اینجا بازم همون 1 2 3 4 5 و روی دامیننت تموم شد. این همون کششی بود که این همون فاصله ایست که گفتم، فاصله ای که حالا رنگ و بوی ایرانی به قطعه میده. حالا اگه ما میخواستیم اینو توی موسیقی کلاسیک بنوازیم، باید اینم میبردیم بالا، اینجوری میشد، یعنی از مینور ملودیک استفاده میکردیم. این تفاوت ها رو امیدوارم متوجه بشید. خب ادامه پس این قسمت آخرش هم که یه حالت اتمامی است، 1 2 3 4 5 که برای این قسمت میشه از فا استفاده کرد. حالا فازه فای هفتم، بازم از فا، چون این به نظر میرسه که این آکوردی که اینجا داریم مناسبه، از فا شروع شد. دوباره حالا به جای اینکه چون اینجا از فا استفاده کردیم در اول، تو قسمت دوم میتونید دوباره این دو تار ببرید پایین تر از ره استفاده کنید، اینجوری میشه. این تیکه اول آهنگ. قسمت بعدی همون موتیف ادامه پیدا میکنه، یه مقدار تغییر درش ایجاد میشه. حالا اینجا یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار. حالا اینجا نها کنید، اونجایی که میگه منو میبره، شما میتونید به هر حالتی که من گفتم منو میبره یا منو میبره. این شما وقتی هم حرف میزنین، وقتی میخواین روی یه چیزی تاکید بکنین، میگین من یه چیزی میخوام بهت بگم. این خیلی معمولی. وقتی من یه چیزی میخوام بهت بگم، اینجا اون چیزی رو تاکید، اینجا میگن تغییر در ریتم. همون ایده اول موسیقیایی ها، داریم باهاش بازی میکنیم، ریتمش رو عوض میکنیم. حالا خواهید دید که اتفاقا به لحاظ آلتر کردن در ادامه آلترش هم میکنیم و موارد. پس اینجوری میشه که شروع از دامیننت خواهد بود، منو میبره، نه اینکه منو میبره، یه حالت تخیلی تر در قطعه ایجاد میکنه، ولی از دامیننت شروع شد یه درجه پایین تر، که مثلا چیزی که در سمفونی 5 به توبن هم داریم.
درجه اومد پایین‌تر. حالا این آهنگار اینجوری می‌زنم که اصلا ترک بخوره شنونده در کنارم. حالا ورسا تکرار 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 این همون داستان 1 2 3 4 5 دوباره. حالا اینجا آرتیکولاسیون هم شما میتونید ببینید، میتونید خیلی تیکه تیکه بزنید یا میتونید لگاتو بزنید، خیلی کشیده و لگاتو، یا به صورت استاکاتو تیکه تیکه. اینجا هم باز به همین شکل 1 2 3 4 5 یا دستشو دراز، یه چنین حالت 1 2 3 4 5 و دوباره فرود روی همون نوت دامیننتی که مشاهده کردید. حالا در مورد هارمونی این قسمت اگه بخوایم صحبت کنیم، به نظر میرسه که شاید بلد هستید دیگه، من انقدر راجع به هارمونی صحبت نمیخوام، خیلی هارمونی پیچیده هم بذاریم در ابتدا، این که شبیه قبله. حالا اینجا میشه رفت روی اینجا، این چون فا ماژوره، فا ماژور آکورد ماژوری مقدار بازتر هستن، روشن‌تر هستن، چون شما میخواین هر جفتشو از نوع مینور داشته باشید، در اون صورت به جای این دوتا رو حفظ کنید و اینو اضافه کنید. ری مینور هم کاری کردن چند دقیقه قبل کردم، میتونید از ری مینور استفاده بکنید به جاش، که خب اون مینوره دیگه. حالا من اینجا اتفاقا اینی که دارم و اگه اینجوریش کنم به ری مینور میرسم دیگه، چون اون لا رو بیارم بذارم بالا این ری مینور میشه، اون وقت نوت باس هم ثابت نگه داشتم اولم، اینجوری میشه. این هر جفتش گرفته است، حالا مقایسه کنیم با این فا ماژوره، یه مقدار روشن‌تره. و بعد اینجا میتونیم از وسعت خیلی زیادی هم نداره، یعنی ما از اینجا فقط یک اکتاف خواننده اگر وسعت صدایی داشته باشه میتونه اینو اجرا بکنه. از برگردیم به همون تونیکمون، خب اولش رو میتونیم، چون بعد میاد روی این. حالا این دو تا نوت نگاه کنید، شما میتونید برید اینو بنوازین که این دو تا نوت توش هست، یه مقدار نامطبوعه دیگه، آکورد کاسته است، ولی میتونه شما شاید دوست دارید یه مقدار حالت گرفته تو قطعه ایجاد بکنید تو اینجا، حالا با توجه به مضمونی که دوست دارید، به هر شکلی که نمیدونم میخوای باید تیره تر باشه، در اونجا میتونید از این استفاده کنید، ولی فعلا از این شروع میشه. یا می توانید این دوتا رو حفظ کنید، جایگزین براش انتخاب کنید، بیایید بالا به همون آکورد ری مینور خودمون میرسیم که الان چند دقیقه قبل ذکر خیرش بود. پس اینجوری میشه، این شبیه قسمت قبل شد، قسمت قبل من همین کاری کردم دیگه. پس برای اینکه تنوع باشه میتونید قسمت قبل مثلا با فا ماژور برید تو اینجا، اتفاقا فا ماژور یه مقدار روشن میکنه، شادتر میکنه، ولی اینجا وقتی شما از این این چون آکورد کاسته است یه مقدار تیره تر میکنه قضیه. این چقدر هارمونی میتونه توی فضا دادن به قطعه تأثیر گذار باشه. یا حتی اگه میخواید همون از آکورد ری مینور استفاده کنید، میتونید از فاصله ششمش استفاده کنید، چون من اینو الان چند دقیقه این داشتیم دیگه، من اینو اضافه کنم، اینم ببرم بذارم بالا، ششم میشه، ری مینور ششم میشه، اون حالت گرفتگی و نامطبوعی که داشتیم تو اینجا هم میتونید شما داشته باشید. پس اینجوری میشه، تکرار. حالا اینجا من میخوام برم رو آکورد کاسته‌ای که گفتم. حالا برای اینم حتی شما میتونید دفعه از می ماژور هم استفاده کنید، چون یه حالت کادانس میخوام ایجاد کنم، چون این قسمت به نظر میرسه داره تموم میشه، حالا میخواد اون قسمت دوم رو شروع کنه که میشه نقطه گذاری میخوام اینجا انجام بدم، در نتیجه در این قسمت انتهایی یک کادانس 5 به 1 نیاز دارم، مثلا من کل اینو با هم بزنم اینجوری میشه،
اینجا رو عرض میکنم. یه حالت اتمامی داره تو قطعه ایجاد میکنم، چون این نوتی که داره ببینید تو اینجا هم هست و من میخوام اونجا یک حالت یه ویرگولی بذارم. در نتیجه اینجا من از یک کادانس استفاده کردم. قطعه بعدی ادامهش که همین تیکه دومی که الان توش هستم، سه تیکه داره آهنگ دیگه، قسمت دومش هستیم که یه کادانسی گذاشتیم، حالا میخوایم ادامه بدیم که میشه به نظر میاد تونیک مناسبه، یه درجه پایین تر، درجه 5. خیلی نمیخواین شما به نظرم تو این قطعه به هارمونی پیچیده انتخاب کنیم، چون خود قطعه زیاد جالب نیست که هارمونی ازش بزنه بیرون. باید صرفا همون نقطه گذاری و اینا رو انجام بده خیلی بهتره. داشت دوباره برمیگردیم اینجا. بابا اینجا فا ماژور خوبه، از نوع هفتم هم میتونید انتخاب کنید، حتی میتونید برید از به جای می از می بمول استفاده کنید، یا این همه رنگ و بوییست که شما مثل نمک فلفلیست که به غذا میزنین، دارچین میزنین، این چنین حالتی ایجاد میکنید. حالا من از همین استفاده کنم و بعد دوباره فا. حالا کادانس نهایی میتونیم برگردیم به فا، یا مثل همون کاری کردیم از پایین به سمت می حرکت کنیم. تیکی آخر اگر با هم بزنیم که اینجوری بود و بعد رفتیم این و من دیگه اون تکرارش رو دیگه نمیزنم. دومه قطعه هست. قسمت سوم همچنان همون 1 2 3 4 5 وجود داره و البته از تنوع ریتمیک بیشتری برخورداره. جدای از اون از یک نوت آلتره شده هم استفاده کرد. ابتدای قطعه همونه، حالا اینجا و دقت کنیم به حرکت، یعنی ما موتیفی که داشتیم حرکت پایین رونده داشت، شما میتونید به شکل معکوس بالا رونده ازش انتخاب کنید، مثل چیزی که اینجا وجود داره. این اول اینجا همین نوت آلتره شده ای که اینجا مشاهده میکنین رو دقت کنین که ما نداشتیم، ما تا الان چیزی به نام دو دیست تو این قطعه نداشتیم و اولی. پس یکی از روش های اینه که اینه، من همزمان هم از این نوت آلتره استفاده کردم، هم ریتم رو عوض کردم، اینجوری میتونستم بزنم 1 2 3 4 5، ولی اینجوری زدم. نوت اولی چشش بیشتری دادم که یه مقدار به لحاظ ریتمیک یک تنوعی هم ایجاد بشه و بعد یه درجه پایین تر از خود سول استفاده شده و دیگه از سول دیز استفاده نشده. این نوت کوتاهه، میشد اینجوری باشه 1 2 3 4 5، اما اینجوری شد. اگه بخوایم براش یک هارمونی انتخاب کنیم، این قسمت با تونیک به نظر میاد مناسبه. برای این قسمت با توجه که محوریت روی نوت ر هست میتونیم حتی میتونیم هفتم استفاده کنیم. وقتی رفتش روی این نوت آلتره، اینجا من از آکورد ر مینوری استفاده کنم که درجه هفتمش رو دیزدار کردم، این آکورد میشه. پس یه بار دیگه اینجوری میشه. و بعد اینجا که به نظر میاد سول ماژور مناسبه، خب اینم محوریت رو این دوتا هست و بعد دیگه تکرار میشه.
حالا میتونیم اینا رو با همین تیکه رو بنوازیم. و قسمت انتهایی اولا دقت داشته باشید که به ریتم 1 2 3 4 5 همچنان هست و البته اینو میشد اینجوری هم زد. در این بین نور تغییر ریتم میگن ریتم نقطه دار. چرا؟ چون در حالت قبل اینا همه نوت های چنگ هستن. ولی من وقتی یکیشو تو اولی رو طولانی تر میکنم 1.5 برابر میکنم، توی رسم الخط موسیقی در این حالت جلوی نوت یه نقطه میذارن و نوت دومو نصفش میکنم، یک چنگ نقطه دار و یک دولا چنگ میزنم. و این تغییر در ریتم که تو موسیقی ایران هم خیلی رواج داره میگن ریتم نقطه دار. تو موسیقی کلاسیک هم خیلی از این استفاده میشه که این فاصله یکسان نوت ها رو شما کم و زیاد کنین و از نوت های نقطه دار استفاده کنین. برای هارمونی هم میتونین از فا و می استفاده کنیم. چهار بار حالا دوست داشتید از هفتمش استفاده بکن و دقت کنید به این نوت آلتری که در اینجا اولین بار ظاهر شد. اینکه من یک الگویی دارم که 1 2 3 4 5 من اون دوتای آخری با فاصله نیم پرده حالت محسوس دارن. خب اصلا ابتدای قطعه هم همین بود دیگه. حالا اینجا به دامیننت این اتفاق میفته، یه حالت خب بالاخره این تونیک بود این دامیننت بود، حتی تو قسمت قبل هم داشتیم. یک وحدتی وجود داره بین قطعات مختلف که این باعث میشه شما احساس نکنی یک چیز پخش و پلاییست که اصلا بیدر و پیکر و این هست. و قسمت انتهایی حالا همون نکتهی که عرض کردم ریتم نقطه دار میشه اینجوری بزنیم. حتی میشه اولش رو نقطه دار، من آخر رو نقطه دار کردم، میشه اولش رو کرد، این اولش نقطه دار شد. چقدر حال و هوا میتونه با همین یک نوت نقطه دار عوض بشه. کلا بس میشه به همون داستان. قسمت هارمونیش هم ابتداش که بعضا میرسه که مناسب این دوتا نوت رو نگاه کنید، کاملا منطبقه بر آکورد می ماژوره. دوباره رسید به همون، من یک تغییر هارمونی داشتم دوباره. به خط باس هم که همون خط باسی که تو اوورتور استفاده کردم. حتی تو هارمونی هم شما سعی کنید المان‌هایی استفاده کنید که تکرار بشه تا حد امکان که اون وحدت هنری رو گهگاه تو بعضی موومان ها میبینید. در موومان اول سونات مهتاب یک چیزی هست که تو موومان سومش هم همون المان تکرار شده. این نشون میده که آهنگساز میدونه داره چیکار. من از همون حرکت پایین رونده خط باس اینجا استفاده کردم. یه بار دیگه هفتم هم میتونه باشه دیگه مثلا اینجوری. حالا در این قسمت انتهایی رو اگه هارمونیش رو بخواییم بنویسیم، خب اینجا شما میتونید یه مقدار از هارمونی خیلی معمول و رایج استفاده کنید. مثلا برای این قسمت از فا استفاده کنید، میتونید از ره استفاده کنید، میتونید هر جفتش استفاده کنید. و در قسمت انتهایی
روی آکورد لا مینور تموم کنیم، حتی از همون ری استفاده کنیم، یه مقدار ریتم هارمونی سریع‌تر میشه و یک توالی 4-5-1 ایجاد میشه. این چهاره لا سی دوره آکورد چهارم به این حاله. میتونید در انتها یه مقدار هارمونی رو گرفته ترش بکنید و این قسمت این دوتا نوت رو نگاه کنید، این دوتا نوت فاصله شون 3/4 است. اگه میخواید آکورد رو یه آقا گرفته بکنی، میتونی از یه آکورد کاسته استفاده کنی. همین دوتا نوت رو من اینجا انتخاب میکنم. حالا در اینجا یه نوت رم میذارم بغلش و فاصله هر همشون 3/4 است و یه نوت تازه میذارم اینجا. حالا همه این 4 تا نوت فاصله شون با هم 3/4 است، یه حالت گرفته ایجاد شده. حالا میتونیم همین رو بزنم و نکتهش هم اینه که من قبلیم رو با این میذارم و درجه پایینم رو مشترک نگه میدارم، اینم مشترک نگه میدارم، اینو میبرم اینجا به این حالت. حالا با هم دیگه با این حالت گرفته تر من میذارم دوباره